هیچ چیزی جز الزام خود موضوع و موقعیت تعیین کننده نیست برای انتخاب یه ساختار، و فیلمساز با تسلط به امکانات بیانی سینمای مستند و سینمای داستانی و تفاوت‌های اونا، یکی از این دو رو برای طرح موضوع انتخاب میکنه. سینمای مستند نه به دلیل سکوی پرش به طرف سینمای داستانی برام بوده، چون بعد از اون گرچه در سینمای داستانی موفق تر بودم ولی همچنان مستند ساختم. تعداد فیلم های مستندم بیشتر از داستانی هاست و آخرین فیلمم هم مستند بوده. شاید مهمترین دلیل علاقه‌مندی من به سینمای مستند امکان حفظ ارتباط دائم با جامعه هست. معتقدم در سینمای مستند استقلال فیلمساز بیشتر میتونه حفظ بشه. در سینمای مستند فاصله بین ایده تا اجرا و تولید میتونه امکان پذیرتر باشه. و یک نکته مهم اون درگیری لحظه به لحظه و چالشیه که فیلمساز مستند در هر لحظه با رویداد، با شخص، با موقعیتی که در سینمای مستند روبروش قرار داره درگیر هست. هم از پدر مادرم آوردم، هم از خودم. ترتیب زمان رضا شاه و عکس رسمیش اینجا وقتی که رسیده بود ایران. بابا برادرش رو رضا شاه کشت دیگه. نصرت‌الدین فیلمساز مستند و فیلمبردار مستند فقط از ویزور دوربین جهان رو نگاه نمی‌کنه، باید یک چشمش به ویزور و چشم دیگه‌اش در یک زاویه 360 درجه تمام اتفاقات پیرامون دوربین رو ببینه، مجذوب و مرعوب اتفاقاتی که ممکنه به واسطه خود ماهیت رویداد جذابتر از ایده‌ای باشه که خودش داره، باید مرعوب اون موقعیت نشه. و ممکنه یک شرایطی پیش بیاد که یک فیلمساز مستند باهوش میتونه از یک نکته‌ای که اصلا آمادگی رو در رو شدن باهاش نداره در لحظه بتونه استفاده بکنه. یعنی اون کشف و غافلگیری و هوشیاری که دائما یک مستندساز باهاش روبرو هست برای من خیلی جذابه. در سینمای داستانی تمام جزئیات از قبل طراحی میشه، از خلق شخصیت، از طراحی هنری، از حرکت دوربین، از میزانسن. در واقع هدف رسیدن به نتیجه هست که بتونه تمام اون جزئیات از پیش تعیین شده رو به اجرا برسونه. و در سینمای مستند به این شکل نیست. درسته که سینمای مستند هم فیلمنامه خودشو داره، طراحی خودشو داره. این تفاوت‌هایی که در سینمای مستند و داستانی هست واقعا براتون بگم، یه لحظاتی وقتی که پشت دوربین داستانی هستم فکر میکنم که ای کاش الان با نگاه دوربین مستند داشتم به اون موضوع نگاه میکردم و برعکس. کارو از بازپروری شروع کردیم. اونجا به محمد برخوردیم. 16 سالش بود و محصل. از یک ماه پیش معتاد حشیش شده بود. سلام. حالت چطوره؟ سلام. خسته نباشید. قربونش. بشین مامان. بشین اینجا. خوبی؟ مرسی. قرار بود پنجشنبه پیدا. شنبه قرار بود. باز جانی گفت پنجشنبه. نه شنبه قرار بود. با همین مالا این هم بده. ای اکی تا حالا خوش گله بطه بکشو خفه شو واسه کنم یه هم بچه مزلف چی میگه؟ برو بیستر شدت گیر نده بیخیال شو دکوه زیادی میخوره خبا بیخیال نگه دار
بیخیال بده بهش اذیتش نکن بده بده چی کار کنم مگه ببین بخوای بندازم که این خماری آویزونشه میمون گفتم جنس اینو بده زود باش درسته دیگه دفعه آخرت هم باشه سوار این ماشین میشی ها جنست هم دیگه من نمیگیری فهمیدی؟ گم شو فیلم روسریابی فیلمی بود که به لحاظ روایت قصه فیلم موفقی بود و شاید یکی از موفق ترین فیلم های من. شبی که روح شاد آقای انتظامی، صحنه که رسول رحمانی وارد اون ردیف کلبه های کارگران کوره پسخونه که نوبرم در یکیش بود وارد اونجا میشد و بعد اون شخصیت دختر کوچیک سه نوبر داشت هدایتش میکرد به طرف اون اتاق. ما تمرین کردیم، کار کردیم، تمام جزئیات صحنه رو چیدیم. دوربین وارد میشه و با یک نور فوق‌العاده‌ای که نوبر رو در بین اون زنان سال خورده اون بیمار کوره پسخونه نشون میده و اون هایلایت روی نوبر هست که همه چیز در بهترین شکل اتفاق افتاد. و بعد از چندین تمرین زمانی که پلان گرفته شد یه لحظه به خودم گفتم رخشان چی کار داری میکنی؟ یعنی داری یک قصه گوی کامل میشی. و بغضم گرفت وقتی فکر کردم که ما داریم در چند تا اتاق فیلم برداری میکنیم و در اتاقهای بسیاری که اطراف اون میدان و دور اون علمهای کوره پسخونه هستن چه قصه ها، چه دردا، چه عشق ها که من دارم یک بخش کوچیکش رو در قالب درام دارم و شاید اون مهنت و اون زجر کارگرای کوره پسخونه فقط در قالب این داستان قابل گفتن نیست. واقعا دلم میخواست که کاش یه دوربین رو کولم بود و من میزدم از اون فضا بیرون و میرفتم شروع میکردم که مثل همیشه میشستم دوربینو میذاشتم و رو در روی این آدم ها و اون لایه های درونی درداشون رو ثبت میکردم. بعد از روسریابی و این اتفاق و زمینه اتفاقای دیگه که بود منو به طرف یک تجربه جویی های مختلفی کشوند. بانوی اردیبهشت نتیجه تلاش من از تلفیق مستند داستان، مستند بازسازی شده، حضور نابازیگر به عنوان بازیگر اصلی فیلم، رو در رو قرار دادن شخصیت اصلی فیلم در برابر نابازیگرانی که اصلا فکر میکردن مستنده، یعنی بازی اونا نمیکردن. یکی از دلایلی که اصلا نابازیگر انتخاب کردن برای کاراکتر اصلی اون فیلم این بود که حرف تازه‌ای داشت گفته میشد که شاید با استفاده از بازیگرانی که با چهره شناخته شده هستن این حرف تازه به واسطه قالب و کلیشه که از این بازیگر در نقشای دیگه دارن به خوبی منتقل نشه. در نتیجه اون شخصیت واقعی وقتی در برابر بازیگر اصلی فیلم که شناخته شده نبود قرار می گرفت براش تداعی کسی رو می کرد که انگار اومده به حرفاش گوش کنه، بازی در میان نبود. چند تا؟ یه میلیون. خب قشنگت کنم، خانم داره فیلم برداری میکنه، قشنگ بشی. خوبه؟ جانم با تو خانم. بله. میشه به من بگین محمدو چقدر دوست داری؟ محمدو خیلی دوست دارم، خیلی زیادم دوستش دارم.
اگه دوستش نداشتم که انقدر بهش نمیرسیدم. در سینمای مستند هم درام وجود داره. سینمای مستند گزارشی ممکنه تعریف دیگه ای داشته باشه، ولی به هر حال در سینمای مستند هم درام با هوشمندی فیلمساز درک و دریافت میشه و بدون اینکه دخالت و تغییری در حقیقت و واقعیت موجود داشته باشه، فیلم حتما دارای درامی خواهد شد. خب در سینمای داستانی بیشتر روی صحبت هم راجع به سینمای اجتماعی هست، یعنی سینمایی که تجربهشو خودم دارم، این هست که درام به باورپذیرترین شکل دیده بشه. یعنی دو شکل مختلف در سینمای مستند سعی میکنیم که درامو پیدا کنیم، دخالت در واقعیت نکنیم، ولی درامو در فیلم و در تدوین حفظ کنیم. و در سینمای داستانی سعی میکنم که درامو هرچه باورپذیرتر شده و نزدیک به باور تماشاچی به کار بگیرم. این رفت و برگشت ها در سینمای مستند و داستانی رو از این باب میگم که هر تجربه‌ای رو باید جدی گرفت.